ناقابله. دست شما درد نکنه. روحشون در این آرامش باشه. ان شاءالله خداوند خیرات شما و ایشون هم قبول درگاهش میکنه. خیلی ممنون. خب آقای احمد، اوضاعی کار جواد چطوره؟ شنیدم عضو هیئت امنای اینجاست. بله ماشاءالله، هزار ماشاءالله که آدم موفقی شده. این پسر از همون روز اولم پیشونیش بلند. شنیدم نخبه است، به مدارج بالای علمی دست پیدا کرده، ولی هیچ قدرشو نمیدونم. بله خب خیلی ها قدرشو نمیدونم. یعنی چطوری بگم، برای بچه برتلاشی، اتفاقا سرشم الان خیلی شلوغه. خب نخبه ها اولش سرشون شلوغه، یه کار میکنن، تلاش میکنن، ولی وقتی بیمهری میبینن چمیدونشون رو میبندن و جلای وطن میکنن. مثل خود من، میدونید چقدر تلاش کردم که اون کارخونه رو حفظ کنم؟ هر کاری که فکرشو بکنید کردم، ولی نشد. حتی شو به لغاش بخشیدم و رفت. بله آقای عباسی، ولی جواد الان هدفهای مهمتری رو داره دنبال میکنه. بله الان جوونه، فکر میکنه هر کاری میتونه بکنه. پر شوره، پر هیجانه. وقتی به اولین دست انداز برخورد کنه میفهمه که نه، دنیا اونجایی نیستش که فکر میکرده. اون وقت میره جایی که قدرشو بدونن. البته جواد ما اگه میخواست بره تا حالا با این همه دعوتنامهی که براش فرستاده بودن میرفت. شنیدم از دانشگاه پورتلند پذیرش گرفته. نه؟ بله لابد میدونید که برای چیه. مژگان خانم کجان؟ مژگان که با هم اومدیم همین دور و بره، داره یه خاطراتی زنده میکنه بر خودش. آی خانو کجا کجا؟ یه اهنی اهونی اجازه اینجا یه رئیس داره، یه مدیر داره، همجی دل میری؟ عمو کریم؟ بله. عمو کریم منو نشناختی؟ نه مگه باید بشناسم؟ من مژگانم مومو. آه مژگان چطوری؟ چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ دفعه نفر ما رو میبینه بیچاره مون میکنه. آسیا که منو ببینه چشامو در میاره. اینجا محل کسبه. باشه باشه خوبی؟ تو خوبی؟ تسلیت بهت میگم. به خاطر مادرت و اینا واقعا خیلی متاثر شدم. امیدوارم که غم آخرت باشه. دیگه ازدواج نکردی؟ بچه نداری؟ خیلی ممنون. نه. چرا؟ موقعیتش پیش نیمد. آه یعنی چی موقعیتش پیش نیمد؟ نمیدونم، شرطش نیست. آه. شرطش نبود. امیدوارم که شرطش اون بر آب پیش بیاد، نه این بر آب. همون بلاد کف که لیاقتشو داری همونجا پیش بیاد. من منظورتو نمیفهمم همون کریم. یعنی چی؟ منظور من یعنی جواب امیدی؟ یعنی حداقل بهش بگو از همون اول بهش بگو که آقا من اصلا نمیخوام ازدواج کنم، اصلا شرطش ندارم، دوست ندارم ازدواج کنم، خلاص تموم شد. جواب چیزی به شما گفته؟ اون که اصلا با من حرفی نمیزنه، چیزی نمیگه. از اون موقعی که تو بلند شدی اومدی اینجا شده اسفند رو آتیش. ریلی؟ چی؟ چی گفتی؟ یعنی واقعا چیزی هست؟ بچه من خودم زغال فروشم، ملت رو سیاه میکنم، بچه پایینم. داری به من میگی این حرفا رو؟ آقا دست از سر اون بچه ورش داری. اون بچه مخوز به حیایی، حرفی نمیزنه، نمیتونه حرفشو بزنه، مثل شما نیستش که. اما کریم چرا من اینجوری برخورد میکنی؟ من میدونم که شما دست من ناراحت، اینجا واده دست من ناراحته، ولی من باش صحبت کردم، توجیهش کردم، بهش گفتم تو چی شرایط بدی قرار داشتم. اونم توجیه شد. 6 سال سر کارش گذاشتید، اومد گفتن 18 سالت شد برگرد، 18 سالش شد گفتن هر وقت دانشجو شدی برگرد، دانشجو شد گفتن هر وقت. آقا ولش کنید، اصلا سرش بردارید دیگه، چیکارش دارید؟ آقا اون بچه دوباره تو رو میبینه فکرش میشه دوتا،
راهش رو دیگه اشتباه میره، تمام این کمبودها، تمام این مشکلات عاطفی میاد سراغش، دست از سر این وردارین، بری زندگیتون رو بکنی، چیکار دارین آقا؟ اما کریم، من بعد از سالا اومدم شما رو ببینم، چیزی جز نیش و کنایه به من نمیزنید. خب من نمیدونم واقعا باید با شما چجوری صحبت کنم، میخواستم باهاتون صحبت کنم ولی اصلا دارین با من بد برخورد. آره به خاطر اینکه قلبم آزرده است، آزرده است، این بچه رو دیدم چه حالی داشته. اوکی شما هم نمیدونی من تو چه شرایط بدی بودم. You make me nervous. خودتی. You make me angry. خودتی. خودتی. It is a book. It is a pencil. It is a window. It is a door. چی شد عمو کریم خانم ناراحت شد؟ هیچی عمو قربونه دارم، دیوونه میوونه بود. ولش کن. تو چرا دیوونه شدی پس؟ دیگه منم دیوونه کرد دیگه عزیزم. دیگه آدمیزاده دیگه، یه رفعه اینجوری میشه. نه داشتم بازی میکردم باش، طوری نیست. منم آخه ترسیدم. قربونش برم نترس. لولو رفت پیشتش کرده، رفت پیشته پیشته رفت. بری بازی کنی، بوده این باری کرده، بری بوده این باری کرده، بری. سلام، اجازه است؟ سلام بخواهی. من مژگان هستم، مژگان عباسی. خوشبختم، منم مرضیه هستم. جانم امرتون. ببخشید من شنیدم مهندسی آبادی اینجا کار میکنم، میخواستم کنجکاوشتا چند لحظه وقتتون رو بگیرم، میتونم؟ خواهش میکنم، بفرمایید. بله خوش آمدید. آقا رحمت دوتا اینجا سر یه پروژه مشترک کار میکنید، درسته؟ آقا رحمت؟ بله بله، البته پدرم هم هستن. آه بله بله، گفتن. الان کجا هستن؟ الان ماموریت هم، بفرمایید. خواهش میکنم. چایی میگذارم یا قهوه؟ متشکرم، مرسی، چایی میخورم. پروژهتون اینه؟ بله. آها، از اوناست که پرواز میکنه عکس میگیره؟ بله بله. آه چی حاله؟ این عکسم مامان صدیقه است، مال خانه خورشید. این کتابا کتابای جواده؟ بله. هنوز اینا رو داره؟ واو، ببین ببین چی پیدا کردم. این عکسای ماست، مال خانه خورشیده. این منم، این جوانی. آره آره این منم. چقدر ناز بودین، البته الان هم هستین. خیلی ممنون، متشکرم. این جواد، این مامو صدیقه است، این بابا اسماعیله. آقا محمد پسرش به خاطر جواد نصف صورتش سوخته بود، بهتون نگفت؟ نه. خواست برای من یه فانوس درست کنه، کل خوابگاه رو با آتیش کشوند. بفهمی. ممنونم. میدونی آدم وقتی بچه هست اصلا دلش نمیخواد بزرگ بشه. موقعی که خانواده من فرزند خوندگی قبول کردن بردن، جواد خودشو پشت ماشین پدرم قایم کرد، اومد کارخونه پدرم، خودشو به آب و آتیش زد که من پیدا کنه. آقا رحمت چیزی به تو نگفته بودن راجب این قضیه؟ نه. خودت جواد چطور؟ راستش ما اینجا زیاد درباره مسائل شخصی هم صحبت نمی کنیم، بیشتر تمرکزمون روی کاره. آه البته خب منطقیه، جواد 6 سال منتظر من بود، حتی به خاطر من پذیرش گرفت که بیاد دانشکده پورتلند. من دیگه تصمیمم گرفتم، میدونی نمیدونم اسمشو چی میتونی بذاری، یه عشق خیلی پاک و مقدس، یه جوری که اصلا نمیشه راجبش دیگه فکر کرد. میخوام که واقعا خوشبختش کنم، تمام مقدمات سفر رو میخوام جور کنم که با من بیاد. بخشی فقط شما مطمئنین که آقای جوادی الان آماده رفتنه؟ جواد به خاطر من هر کاری میکنه. شما دوستش هستین؟ در واقع همکار و هم پروژه‌ایم.
چه جالب. موقعی که ما هم تو خانه خورشید بودیم بذار تعریفم که ما تو بچگیمون چقدر با هم شیطنت میکردیم. اینقدر شیطنت میکردیم همیشه خانم جواد جوادو مینداخت تو زیر زمین من دیگه میرفتم همیشه برای جواد کتاب میخوندم. اینقدر کتاب میخوندم تا جواد علاقه من شدستم به کتاب خوندن. اینقدر دنبال سوال میگشت و کنجکاوی میکرد و اینقدر کنجکاوی زیاد بود که دیگه همیشه تو مغزش یه دنبال یه راه حلی میگشت. نمیدونم اسمشو چی میتونی بذاری، یه عشق خیلی پاک و مقدس، یه جوری که اصلا نمیشه راجبش دیگه فکر کرد. میخوام که واقعا خوشبختش کنم. تمام مقدمات سفر رو میخوام جور کنم که با من بیاد. چی شده امروز؟ هیچی، واسه آقای جواد جوادی پاسپورت آورده. بفرمایید. هیچ کس نمیتونه جلوی منو بگیره، حتی دکتر توفیق. مرسیه مامان، ببینم ات چرا گریه میکنی؟ بیا پایین ببینم چی شده. چی مامان؟ مامان جونم، حاضر فهمیدم مهندس جوادی برای چی میخواست داره آمریکا. خب برای چی میخواست داره؟ ای بای مرسیه مامان. میدونی ده، من اصلا فکر نمی کردم جواد تو تمام این سال انقدر پیشرفت کرده باشه. یه پروژه‌ای رو انجام داده که تا حالا تو کل کشور کسی نتونسته انجام بده. چیه اون پروژه؟ کاتکوپتر، از همینا که از رادیو میتونن کنترلش کنن. چه خوب. آره من فکر می‌کنم که خیلی آینده درخشانی داره، یعنی هر جای دنیا بره میتونه پذیرش بگیره. خوبه، میبینم که جواد تونسته نظرتو جلب کنه. What's your mean؟ ببین دخترم، من قبلا با این پسر مشکل داشتم، دلایل خودم هم داشتم. خب حالا درست یا غلطش رو کاری ندارم، من اصلا نمیدونستم این میتونه تو رو خوشبخت کنه، نمیتونه خوشبخت کنه، اصلا برنامه ای برای آیندهش داره نداره چجوریه. بعد از این گذشته من واقعا فکر میکردم عشق و علاقش به تو یه واکنش هیجانی دوران نوجوانی، یعنی الکی. خب اما الان میبینم که اینطوری نیست. اولا عشق و علاقش به تو واقعیه، بعدم این پسر واقعا یه پسر با اراده و خودساخته است، بعد هر روزم داره پیشرفت میکنه، پله های ترقی رو طی میکنه. مضافم بر این که عشق و علاقش به تو باعث شده که بیشتر انرژی بذاره. خب اینا همه به کنار، این از پورتلند یونیورسیتی ریکوست داره، این خیلی مهمه، خیلی کار سختیه، کار هر کسی نیست. ولی داد من اصلا به حرفای شما حس خوبی ندارم. من احساس میکنم که دادن اون چک به خاطر این بود که شما بتونی تحقیقاتتو راجع به جواد بیشتر کنی. So, what's the problem؟ نمیدونم، فکر میکنم که داری برای من یه خوابایی میبینی. مثلا چه خوابایی؟ نمیتونم خیلی واضح توضیح بدم، ولی فکر میکنم مثل راجب اون عشق قدیمی یا ازدواج من. ببینم این اشکالی داره که من میخوام زندگی تو رو پایه و اساس عشقی بنا کنی،
که سالهاست توی زندگیت ریشه دونده. ببین دخترم، این پسر به همه قولاش عمل کرد، ما هر کاری ازش خواستیم انجام داد، حالا وقتشه که ما به قولمون عمل کنیم دیگه. مادرت هم همینو میخواست. Okay, but this is my private life. میدونم این زندگی شخصی توی باشه، ولی عمر که خبر نمیکنه، مرگ که خبر نمیکنه. من امروز پیش تو هستم، maybe tomorrow not. Dad, come on, don't talk with me this subject. به هر صورت ببین دخترم، تو همه زندگی منی، من میخوام بعد از من با کسی ازدواج بکنی، پیش کسی باشی که آرامش داشته باشی، اون تو رو خوشبخت بکنه، و فکر میکنم این پسر میتونه تو رو خوشبخت بکنه. توجه میکنی؟ مضافاً بر این که عشق و علاقش به تو باعث میشه که تو هر طوری که دلت بخواد بتونی اونو بار بیاری. خب خیلی خوبه. Okay, but me. Just listen to me and think about that. Good, think about that. بعد تصمیم بگیر، تصمیم تو به من بگو، منم هر کاری که بتونم میکنم. Okay, I'm thinking. Don't be angry. Okay? I'm not angry. حواسم بهت هست مرضیه خانم. قدیما وقتی بابا از ماموریت میومد و میومدی استقبالش، بمب انرژی بودی. الان دماغی چی شده؟ چیزی شده که من بیخبرم؟ نه بابا جون، چیزی نیست، من خوبم. چیزی نشده، صد سلامه بابا. فکر کردی من قانع شدم. باشه، دخترمون یه خورده خسته است، بهانه باباش هم میگرفت. اینجوری؟ الان هم داره خودشو لوس میکنه. باشه قبول میکنم. باب دخترم، از پروژه چه خبر؟ کد نویسیاشو تموم کردی؟ بله تموم شد. آفرین. از آقای جوادی چه خبر؟ کارهایی که بهش سپرده بودم و انجام داد؟ شما بودن؟ بله تموم شده بابا جون، تمام و کمال کارشون انجام بده. پس با این حساب پروژه آماده است، نه؟ بله آماده است. باشه، پس به آقای خوشنام باید خبر بدم. الو. سلام دکتر، شب بخیر، رستنتون بخیر باشه. تماس گرفتم بگم که خورده کاری های پروژه هم در غیاب من تموم شده. فرموده بودین وقتی آماده شد بهتون خبر بدم، گفتم اطلاع داشته باشه. دیگه انشالله آماده این برای آزمایش و تست و مناقصه دیگه. بله به امید خدا. فقط یه نکته ای، نباید مثل دفعه قبل ریز کرد. هرچی شما بفرمین. پس من واسه نحوه نقل و انتقالش که کجا بره حتما با تو تماس میگیرم. منتظر تماستون هستم. خستم نباشین. شبتون بخیر. زنده باشین دکتر. شب شما هم بخیر باشه. بیا تو. این کل اطلاعاتیه که از لپتاپ برازنده می دست آوردیم. درایوش فرمت شده بود، ریکاوریش کردن. جز عکسای معمولی و فیلمای آموزشی و مقالات علمی هم چیزی تو درایو نبود. ایمیلاش چی؟ اینباکس ایمیلاش هم پاک شده بود. به غیر از چیزای معمولی مثل نامه‌نگاری اداری و ایمیلای مرسوم کاری. میام چی؟ از لپتاپ برازنده هیچی در نمیاد؟ نه هیچی هم که نه، مسنجرش رو هک کردیم. خب چند تا آیدی تو مسنجرش هست، فقط هم یه نفره که بیشتر این پیغامو داده، بقیه فقط گیرنده ی قرارا و دستورا بودن. کی؟ فکر میکنم اونی که سرتیمه، انگار فقط خودش پیغام میداده و محل قرار رو تعیین میکرده. آیدی هم همشون تقلبیه. آیدی منگو هم بیشتر پیغامو به کاربرا داده.
جالب بدونی مسنجرش از شبی که شب اومده بیشتر فعال بوده. خودشه. باید هکش کنی. ببین از آدرس منکو یه لوکیشن بفرست برای شجری. ساعت و محل قرار رو یه جوری رمزوار براش ارسال بکنی که مشکوک نشه. یه جای خلوت هم پیدا بکنی که اگه درگیر شد مردم آسیب نبینن. کار راحت نیست. کار که گفتم بکن مهمنش. انقدر انگولت نگیر. بچهای سایبری کمک بگیر. چیه؟ چیز دیگه هم هست؟ نه هیچ. برو دیگه. بله. What are you thinking about? I don't know. I'm thinking about your words. So, what is the result? I don't know exactly. You know that I'm thinking you're right. Javad is a good boy. ولی منم برای خودم شرط دارم. مشکان. Believe me. Everything will be happen what you want. I promise you. I promise to. خب حالا بگو ببینم شرطت چی هست. دالی آخه از این میپرسی یعنی خودش تو فضاست چه میدونه اصلا اینجا نیست. بیا قربونت برم بیا غذا تو بخور چته کجایی نیست یه ذره بابا چیه؟ چیزی نیست. چیزی نیست؟ آره معلومه چیزی نیست. معلومه حالت خیلی بده. ولی من حالم خیلی خوبه. یعنی یه بلایی سر عباسینا آوردم که اگر کلاشونم بیافته این وری اینوری پیداشون نمیشه. مگه دیدیشون؟ بله. بله. این دختر مومن پاشه رو اینجا. اینجا؟ آره. همچه سرش این داخت پایین اومد تو گفتم خانم کجا؟ کجا داری میری مگه اینجا صاحب نداره؟ یه دونه شاول قرمز هم این دکتر پره گردنش فکر کرد خبری شروع کرد با من انگلیسی حرف زدن از این اداها. بعد منم شروع کردم همینجوری مثل خودش انگلیسی جواب دادم. همو کریم اونا عزادارن یکم مراعاتشونو میکرد. عزادارن؟ آره از قیافه اون مژگان معلوم بود که خیلی عزار داره با اون شاول قرمزش. اصلا این دختر سرد بی احساس عزامزا میفهمه یعنی چی؟ ولی برعکس آقای عباسی مثل اسپاد والا پایین میگرد. ولی خیلی خوشم اومد ازت. معلومه که تمام تمهیدات منو دونه دونه اجرایش کردی. مخصوصا وقتی فهمیدی اومدن اینجا پیچوندی نیومدی آره؟ نه. ولی خب یه جورایی دیر کردنت مخصوصا بود دیگه. تابلو بود. آره؟ نه. ولی خب حس کردی که اینا دارن میان اینجا دیر کردی نیومده. نه. آقا تو چه اصراری داری که فقدان آقا جوادو به یک استراتژیک و اون پولتیک حساب شده رب بدی مرد حسابی؟ شاید نبود این آقا باعث بشه که سر به بیابان نزنه و یارش. اه با قول شاعر گفتنی که دلبر جانان من بردی دل جان من. میشه اون گاراژو ببندیم؟ کی؟ تو. خدا رو شکر که همه چی به خیلی تموم شد. حالا مهم اینه که اونا اینجا نیستن کلاشون هم بیافتیم برای نمیان. فقط این وسط یه گاف یه آدمی داد که نباید میداد که این دختر مژگان رو ورش داشت بردش توی کارگاه و اون مرضیه رو بهش نشون داد رفتش کارگاه؟ آقا اینجوری که نیست. خب عمو رحمت بابا دختر کارفرمای سابق من بود. جواد جان با من گفت اونجا چیه؟ گفتم که کارگاه آقا جواده. بعد اجازه گرفت از من میتونم برم. منم رو در وایشه گیر کردم. گفتم برو آقا. وای وای وای.
ولش کن، ولش کن، ولش کن، جوابش نده، خودش دو تا بوق می‌خوره قطع می‌کنه. ولش کن. بیا آقا جان. میگم جوابش نده، ولش کن. چیکار داری می‌کنی؟ داری سکته می‌کنی بابا. سلام آقای عباسی. سلام آقای جوادی. شب بخیر. در خدمتم. لطف می‌کنید فردا برای صبحانه تشریف بیارید هتل کمی با هم صحبت کنیم؟ فردا؟ چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ راستش راجع به مژگان می‌خواستم باهات صحبت کنم. موافقین فردا ساعت 9 صبح میبینمت؟ چشم، من فردا رأس ساعت 9 در خدمتتونم. قربانت، ممنون. شب بخیر. خدا نگهدار. خداحافظ. همچین بلند شدی خبردار، انگار که فرماندت زنگ زده. چی شد؟ اشتهات باز شد. چشم، در خدمتیم. چشم، بچه تو چرا اعتماد به نفس نداری؟ تو چرا عزت نفس نداری؟ چرا هر چی میگم تو گوشت نمیره؟ کجا میبری؟ بنده خدا نخورده بابا. نخورده که نخورده، مگه اینجا هتله؟ بلاشو بریم شهر عمو عباسی اینا بخوره. منو چرا بردی؟ هر چی بهش میگم گوش نمیده. من نمیفهمم با چه زبونی با شهر بزنم. رحمت، من نبودم، من نبودم. ایشمت کا بس چه دست گل به هم دادی ها؟ چه دست گلی؟ مادل فرازره اومده، با من نبود، با آقا جواد بود. آقا جواد که من میشناسم، مظلوم مظلوم اینجا برای خودش نشسته. من مظلوم تر از اینا. تو را میشناسم، من میدونم این آتیش هم از گروه تو بلند میشه. راست بگو ببینم چیکار کردی. چرا تو را حرف حالید نمیشه دی؟ میگم با آقا جواد بوده، با من نبوده. خیلی خوب، تو که حرف نمیزنی. برم ببینم آقا کریم چشه. با گوشنگینه چی بکنیم؟ تو که فردم یه هتل، من الان گرفتارم، داغونم. بفرم، اینم گذرنامه. ببینید. بفرم، بفرم. سر شب خوابیدی آقا جواد؟ سلام. سلام آقا. این چه؟ سویچ جیپه دیگه. میدونم سویچ جیپه، برای چی از خانم بسر گرفتیش؟ نگرفتم، خودش داد. گفت مهندس جوادی واسه این ماشین خیلی زحمت کشیده، بی انصافیه پیش ما بمونه. منم از خدا خواسته برداشتم آوردم. من مهمونه امروز فردام مسعود. این چی مهمونه امروز فردا؟ اینو پیرمرده چرا حرف میزنی؟ باشه چای بده بخوریم. چرا متوجه نیستی؟ برادرم هم بلیطم هم گرفتم. شنبه آزمی؟ نه، یعنی خودم بهشون نگفتم، میخواستم بیان بالا سرم همه شماتتم کنن، مخصوصا آقا کریم. باشم دقیقه 90 بهشون بگم. اگه امشب نمیومدم به منم نمیگفتی؟ معلومه که بهت میگفتم، میخواستم خودم بهت زنگ بزنم. کی؟ وقتی رسیده بودی پورتلند؟ سوا معرفت. خیلی خوب، حق داری ازم دلخور باشی. بله که حق دارم، دلخورم ازت، ناراحتم ازت. داری چی کار میکنی به خودت جواد؟ چه بلایی داره سرت میاد؟ بلا؟ به قول شاعر، حلقهی برگردنم افکند دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. داری عجله میکنی،
چی داری میگی مسعود؟ واقعا چی داری میگی؟ به نظر 6 سال صبر یعنی عجله؟ 6 سال انتظار یعنی عجله؟ آقا جواد، اون آدمی که داری براش میمیری تو تمام این 6 سال انتظارت حتی برات تبم نکرد. خب چرا اینجوری میگی؟ اونم مشکلات خودشو داشته. راست بزرگون میگن چشمای عاشق از دیدن عیبای معشوق کوره، گوشاش از شنیدن زشتی بدیهاش کر. حکایت شماست آقا جواد. چی کار کنم که نری؟ مگه نگفتی دل و دماغ رفتن ندارم؟ مگه نگفتی دارم پشیمون میشم؟ چی شدی یهو؟ جواد جان بگو چجوری جلو رفتنتو بگیرم؟ آره دارم اصرار بی خود میکنم. شاید قسمت اینه که بری، فقط بدون اگه بری خیلی تنها میشم. مسعود دمه رفتن این کارا رو نکن. من این حرفا رو زدم مرهمم باشی، نه که نمک رو زخمم باشی. مرهم؟ من مرهم تو بشم؟ تا الان اگه دردی داشتم درمونش تو بودی. اگه گرهی به کارم میافتاد با تو مشورت میکردم برای باز کردنش. الان من چه نسخه‌ای بپیچم که مشکل طبیبم رو حل کنه؟ میخوای مشکل طبیبت حل شه؟ آره. با دردام تنها بذار. برو برو مسعود. امانتی مردم رو جا گذاشتیم. بیشت باشه، تا موقع رفتن لازمت میشه. صادق جان، رفاقت جای خودشو داره، اما هر کاری هم مناسبات خودشو داره. ببین اینطوری که نمیشه که تو یه روزی بیای وقت بخری، روز بعد بیای انصراف بدی، امروزم بیای درخواست بدی که میخوای تو رقابت شرکت کنی. مناقصه برگزار شد، رفت. شرکت برنده مشخص شده، در آستانه عقد قرار داده. من که نمیتونم برخلاف قانون صرفاً بر اساس یک ادعا بیان بگم که اون مناقصه از درجه اعتبار ساقطه. ادعا نیست صبوری جان، انجامش دادیم. انجامش دادیم؟ چطوری؟ تو که گفتی که پروژه نابود شده، پس چطوری انجامش دادی؟ تازه بر فرض محالم که انجام داده باشی. من نمیتونم یه روز خاص رو بیام برای پروژه تو تعیین بکنم که. این کار برخلاف قانونه، منو درک کن. میتونید وقتی پای منافع ملی و تولید ملی وسط باشه قانون هم انعطاف نشون میده، مگر اینکه خودتون نخواهیم. من چرا نباید بخوام؟ من از خودم از تولید ملی حمایت کنم. بس حمایت کنیم. ببخشید من از شما دستور نمیگیرم، اگرم حرف خواسته ای هست بعد از بالا به من ابلاغ بشه. دست برو بالا دیگه. فقط امیدوارم توانایی پرنده‌تون اونقدر بالا باشه که بتونه دهن شرکت‌های رقیب
مخصوصا اون شرکتی که تو مناقصه برنده شده رو ببنده. آرکیو 170 بهش میگن جانور قندهار. با اسم قندهار تیم شناسایی فرودگاه قندهار رو زیر نظر گرفت و وجودش و هویتش برای همه ما ثابت شد. حدس قریب به یقین اینه که این پرنده مرموز خودش رو برای یک عملیات مهم شناسایی آماده میکنه. پس باید ما خودمونو برای مقابله با این تهدید آماده کنیم و اجازه ندیم این پرنده فوق پیشرفته که مثل یک روح میمونه وارد حریم هوایی کشورمون بشه. برنامه‌تون براش چیه؟ من تقاضا میکنم تیمی از زبده‌ها و نخبه‌های هوافضا روی نحوه نفوذ داخل آرکیو 170 کار کنن تا اگر قرار شد این پرنده مرموز تحرکاتی رو انجام بده ما شناساییش کنیم و از کار بندازیمش، که البته اگه با کمترین خسارت به دستش بیاریم پیروزی بزرگی نصیبمون میشه. براش سفره پهن میکنیم و منتظرش میمونیم. راستش انتظارشو نداشتم که تشریف بیارین. اینه که وسیله پذیرای چندانی اینجا ندارم، ببخشید. راحت باش دیگه، باید به بزرگواری خودتون ببخشید دیگه، به یه چای کارگری. قدم رنجه کردین؟ حالا چی شده که این موقع شب تشریف بردین؟ بفرمایید. ممنونم. والا این مدت خیلی سخت کار کردیم و فرصت نشد که درست حسابی ازت تشکر کنم. تو به خاطر من، پروژم، آبروم خیلی از خودت گذشتی و همراهیم کردی. من هیچ وقت این لطف تو فراموش نمی کنم. اختیار داری، هر کسی دیگه جای من بود همین کار میکرد. راستش دلیل اصلی اومدنم به اینجا چیزیه که میخوام بهت بگم. اتفاقی افتاده؟ راستش یه ماموریت ویژه در پیش دارم که تاریخ این ماموریت با تاریخ مناقصه تو یه روزه. یعنی چیه آقای دکتر؟ یعنی شما خودتون روز تست کوادکوپتر تشریف ندارین؟ تو دخترم مرضیه که هستین، منم با خیال راحت ماموریتم رو انجام میدم. من نمیتونم آقای دکتر. چرا؟ تو مرضیه از اول پروژه بودین، تخصص کافی هم دارین، از پسش برمیایین. نه یعنی راستش من اون روز نیستم. یعنی چی نیستم؟ اگه مشکلی پیش اومده. من دارم میرم. از کشور؟ بسیار خوب. باشه. موفق باشیم. آقای دکتر خواهش میکنم. هیچی نگو. خودخواه بودم که تو ذهنم از تو یه سعید ساختم. خودخواه بودم که فکر میکردم جای خالی سعیدم رو پر میکنیم. خودخواه بودم که فکر میکردم پابند وطنتی. خوشخیال بودم که فکر میکردم پای نرفتن داری. اما اشتباه میکردم. حالا که میخوای بری برو. خداحافظ آقای جواد جوادی.
از اون روزی که تنهامون گذاشتی من از این خونه بیرونم نمیرم تا دل و پس دل تنگیم نباش من